در حالی که تنها چهار روز تا زمان برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه باقی مانده به نظر می رسد باد همچنان به بادبان و کشتی رجب طیب اردوغانی می بزد که در طی دو دهه حضور در قدرت بحرانهای سیاسی و اقتصادی متعددی را پشت سر گذاشته و در تمام انتخابات های این سالها پیروز شده است. هرچند بسیاری از مخالفان اردوغان امیدوار بودند که مشکلات اقتصادی و افزایش تورم و همچنین وقوع زلزله مرگبار در این کشور به رویگردانی مردم ترکیه از این سیاستمدار اسلامگرابی انجامد اما دست کم نتایج دور نخست تمام مخالفان اردوغان را ناامید کرد اردوغان 69 ساله با توجه ویژه به ارزش های مذهبی در کشوری که نزدیک به یک قرن سکولار تعریف می شد توانسته وفاداری عمیقی را در بین حامیان محافظ کار خود ایجاد و قشر تازه از افراد مذهبی را به عنوان طرفدار همیشگی حزب عدالت و توسعه در انتخابات مختلف پشت سر خود داشته باشد. این در حالی است که کمال در داروغلو که رهبری یک ائتلاف بزرگ متشکل از احزاب و جریانهای سیاسی مختلف ترکیه را تشکیل می‌دهد، برخلاف انتظار نتوانست از مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌هایی که در بخش‌های قابل توجهی از جامعه ترکیه نسبت به ایجاد شده بهره ببرد و در نهایت برخلاف پیشبینی مؤسسات نظرسنجی در دور نخست آرایی کمتر از رقیب خود کسب کرد. اما این جایگاه و محبوبیت اردوغان را چگونه میتوان توضیح داد و تفسیر کرد؟ او قدرت خود را با استفاده از منابع دولتی گسترش داده و با صرف هزینه های گذاف در زیر ساختها گام های مهمی در جهت جلب رضایت رای دهندگان کنترل دقیق رسانه ها و همچنین خاموش کردن منتقدان برداشته است. او با سیاست های خود بسیاری از ترک ها را به سمت خود سوق داده و این باور را نزد افکار عمومی ترویج کرده که ترکیه یک خط مستقل دارد و همانطور که با غرب روابط نزدیکی دارد با شرق همکار می کند. او همچنین طی این دو دهه به شکل موثری نقش ارتش را در مسائل سیاسی کمرنگ کرده که این هم میتواند توضیح دهنده بخشی از محبوبیت او به شمار رود چرا که جامعه ترکیه خاطرات خوشی از مداخلات نظامیان در روندهای سیاسی ندارد و کودتاهای ارتش در یک قرن پیش تغییرات بسیاری را در فرایند سیاسی این کشور ایجاد کرده است به نظر می رسد پایداری اردوغان حتی در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی رو بروست هم ناشی از همین میل به صباتی باشد که در مردم ترکیه وجود دارد. در واقع آنها با مشاهده کودتاها و همچنین دولتهای بی صباتی که در دهه های 80 و 90 سیاست ترکیه را به خود درگیر کرده بودند حالا بیش از این که به دنبال تغییر باشند صبات می خواهند. گنل تحلیلگر مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن در این خصوص میگوید در زمان بحران های ملی مانند این مردم معمولا در اطراف رهبر جمع می شوند ضمن اینکه رای دهندگان به توانایی اپوزیسیون در اصلاح مسائل ایمان و باور کافی ندارند اردوغان اگر بتواند اکثریت آرا را در دور دوم کسب کند حکومت خود را تا سال 2028 ادامه خواهد داد او در دور نخست 49.5 درصد از آرا را کسب کرد و توانست حدود 4 درصد بیش از قلیچ داروغلوی کسب کند که از سال 2010 رهبر حزب اصلی اپوزیسیون در این کشور است. ضمن اینکه روز دوشنبه اردوغان توانست حمایت نامزد راست افراطی سنا نوغان را که در دور نخست حدود 5 درصد آرا را کسب کرده بود به خود اختصاص دهد ده و این باعث می شود که شرایط برای اردوغان در دور دوم هموارتر باشد. اغلو اقتصاددان و نماینده سابق پارلمان نامزد مشترک که ائتلاف شش حزبی است او قول داده است که سیاست اقتصادی اردوغان را که به گفته کارشناسان باعث افزایش تورم شده است خونسا کند و گرایش های استبدادی فزاینده اردوغان از جمله سرکوب آزادی بیان را معکوز کند با این حال او رویکردهای کردهای پوپولیستی را هم اتخاذ کرده که مورد انتقاد برخی قرار گرفته است به عنوان مثال او گفته پس از پیروزی در انتخابات فروش املاک و مستقلات به خارجی ها را ممنوع می کند تا از این طریق بتواند مشکل مسکن ترک ها را حل کند. او البته توضیح نداده که چنین سیاستی چگونه می تواند این مشکل را حل کند. ضمن اینکه او وعده داده پس از پیروزی تمام پناهجویان را از کشور اخراج خواهد کرد. ترکیه به دلیل موقعیت استراتژیک خود در تقاطع اروپا با آسیا یکی از اعضای کلیدی ناتوست و دومین ارتش بزرگ ناتو را کنترل می کند. اما آنکارا تحت حکومت اردوغان نشان داده که هرچند باید ترکیه را یک متحد ضروری برای ناتو دانست اما نباید فراموش کرد که سیاست های او گاهی هم برای این پیمان دسر ساز است. به عنوان مثال می توان به مسئله مخالفت های ترکیه با ورود سوئد به ناتو و همچنین خرید سیستم های دفاع موشکی روسیه اشاره کرد که باعث شد آمریکا ترکیه را از پروژه فروش جت جنگنده های خود بیرون کند با این حال ترکیه به همراه سازمان ملل متحد میانجیگری یک توافق حیاتی را بر داشت که به اوکراین اجازه داد غلات را از طریق دریای سیاه به بخش هایی از جهان که با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، ارسال کند. پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 اردوغان با حمایت از مبارزان مخالف که به دنبال سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور سوریه بودند ترکیه را درگیر کرده این جنگ باعث افزایش موجی از پناهجویان سوری شد که اردوغان از آنها به عنوان اهرم فشاری علیه کشورهای اروپایی استفاده و تهدید کرد که مرزهای ترکیه را باز می کند و آنها را با مهاجران درگیر می کند و پس از حملات متوالی نظامی به گروه های کرد وابسته به شورشیان که ترکیه آنها را غیر قانونی اعلام کرده اکنون ترکیه بخش های وسیعی از این سرزمین ها را در شمال سوریه کنترل می کند. به گفته تحلیلگران اردوغان در مورد بخش نظامی صنعتی ترکیه در مسیر مبارزات انتخاباتی با ذکر پهپادهای دستساز هواپیما و یک کشتی جنگی که به عنوان اولین پهپاد برای جهان معرفی می شود به خود می بالد. در جبهه داخلی اردوغان وجهه اسلام را در کشوری که به گفته منتقدان ریشه های سکولار آن در حال تضعیف است ارتقا داده است او اختیارات ارتش را محدود کرده و قوانین را که زنان محافظ کار را از پوشیدن روسری در مدارس و ادارات دولتی من میکرد لغو کرده است. اردوغان برای گردآوری بیشتر حامیان محافظ کار خود، کلیشتار اغلو و مخالفان را به دلیل حمایت از حقوق دگر باشان جنسی تحقیر کرده است. اما بزرگترین تهدیدی که اردوغان در حال حاضر با آن مواجه است اقتصاد است. به گفته اقتصاددانان روش اصلی او برای حل مشکل کاهش قدرت خرید خانواده ها آزاد کردن مخارج دولتی بوده است که همراه با کاهش نرخ بهره تنها باعث بدتر شدن تورم شده است اردوغان دستمزدهای بخش دولتی را افزایش داده، حقوق بازنشستگی را افزایش داده و به میلیون ها نفر اجازه بازنشستگی زود هنگام داده است. او همچنین به برق و گاز اختصاص داده و برخی از بدهی های خانوارها را پاک کرده است وی همچنین قول داده است که هر آنچه لازم است برای بازسازی مناطق وسیع زلزله زده هزینه کند اردوغان در هر مراسم کلنگزنی که در آن شرکت می کند می گوید که تنها دولت او می تواند زندگی را پس از فاجعه ای که شهرها را با خاک یکسان کرد و بیش از پنجاه هزار نفر را در ترکیه کشت بازسازی کند. حزب اردوغان در ده استان از یازده استان منطقه آسیب دیده از زلزله علا رقم انتقادها مبنی بر کند بودن واکنش اولیه دولت و به این فاجعه برنده شد البته این مناطق عموما از حامیان کلاسیک عدالت و توسعه اردوغان به شمار می رفتند. اما مخالفان امیدوار بودند پس از زلزله و درک مشکلات و ناکارآمدی های دولت این حامیان اردوغان از او روی گردان شوند و به قلیش و رای دهند. از ترک یکی از حامیان اردوغان در آنکارا است که میگوید استاندارد زندگی او در نتیجه تورم کاهش یافته است اما از نظر او ترکیه تنها کشوری نیست که از زمان همهگیری کرونا با تورم دست و پنجه نرم میکند او میگوید این تقصیر اردوغان نیست که تورم بالا رفته من هرگز به کسی جز اردوغان رأی نمی دهم ما به خاطر حضور پررنگتر اسلام در جامعه خود به او مدیونیم اما بخشی از مسئله هم قدرت رسانه تیم اردوغان است چیزی که مخالفان از آن بی بهره هستند تلویزیون دولتی ترت هابر از اول آوریل بیش از 48 ساعت زمان پخش را به اختصاص داده است در حالی که 32 دقیقه به قلیشتاروغلو اختصاص داده شده است شاید به همین دلیل هم بعدهای قلیش در برای ترمیم اقتصاد و حمایت از حقوق زنان برای پوشیدن روسری اسلامی در مدارس در قلب محافظ کار کشور تنین انداز نشد. سونر کاگابتای کارشناس ترکیه در مؤسسه واشنگتن و متخصص مسائل ترکیه در این خصوص میگوید اردوغان با دقت به دنبال پیروزی بود و در این راه بر نهادهای دولتی تکی بر کنترل اطلاعات و شیطان جلوه دادن مخالفان به عنوان تروریست یا نشان دادن این تصویر که مخالفانش به اندازه کافی مسلمان نیستند تمرکز ویژه‌ای داشت حالا در آستانه رأیگیری دور دوم قلیشتار اغلو اگر هم بتواند معجزه کند و اردوغان را شکست دهد باز هم با یک مانع بزرگ روبرو خواهد بود و آن پارلمانیست است که اکثریت آن را اعتلاف اردوغان و ملیگراها کنترل می کنند. تحلیلگران میگویند که این نتیجه هم مزیت بیشتری به اردوغان میدهد و باعث می شود که بسیاری از رأیدهندگان از او حمایت کنند تا با یک دولت ضعیف در آینده روبرو نشوند. اردوغان هفته گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه سی این گفت مجلس با اکثریت قاطع همراه ماست اگر حکومت به صورت باثبات اداره شود صلح و رفاه هم برقرار خواهد بود